ارزشی دارد این جان ما، آینده با خاک ایران ما، آینده با خاک ایران ما، آینده با خاک ایران ما. سلام، من دکتر هوشنگ امیرحمدی هستم و به برنامه ایران آینده تلویزیون صلح شورای امریکاییان و ایرانیان خوش اومدید. موضوع بحث امروز من فرهنگ سیاسی ایران است. فرهنگ سیاسی با فرهنگ عام جامعه متفاوته. ایران یک کشور فرهنگی است و یک کشوری که از نظر فرهنگی هم بسیار غنی است، وقتی مخصوصا به فرهنگ هنر، ادبیات و اجتماعیش میپردازیم یا در موردش داریم صحبت میکنیم. متاسفانه فرهنگ سیاسی ایران به همون اندازه خوب نیست، غنی نیست. در واقع تصادفاً باید گفت که فرهنگ سیاسی ما ناسالمه. بنابراین اولین چیزی که میخوام اینجا حتما شنونده یا بیننده ی عزیزم توجه بهش بکنه، حرفایی که امروز دارم میزنم در رابطه با فرهنگ سیاسی جامعه است و نه فرهنگ عام، یعنی فرهنگ ادبیات، هنر، فرهنگ اجتماعی اینا. فرهنگ سیاسی تعریفش خیلی مشخص، روابط سیاسی بین نیروهای سیاسی درون یک جامعه و بین ملت و این نیروهای سیاسی است. یعنی در واقع فرهنگ سیاسی فرهنگ بخش جامعه سیاسی یک جامعه است. جامعه سیاسی شامل دولت هست، شامل سازمان ها و گروه ها و احزاب سیاسی هست و به اضافه ملتی که وارد این میدون سیاست هستش، مثلا برای رأی دادن یا برای انتخاب شدن و غیره. بنابراین روابط بین ایرانی ها و بین ایرانی ها با سازمان های سیاسی، دولت سیاسی شوید و احزاب سیاسیش رو ما به عنوان فرهنگ سیاسی ارزیابی میکنیم، صحبت میکنیم ازش. این فرهنگ دارای روابط و ضوابط خاصیه. این ضوابط و روابط رو هم خب نمیشه همینجوری با آسونی گفت که دیروز یا پریروز به وجود اومده و یا اصولا وارد شده از یه جایی و یا اصولا این میشه یک شبه عوضش کرد. این روابط به ضوابط یک ریشه تاریخی دارن، یک جریانی هن که از یه جایی شروع شدن و بالاخره در طی زمان به این چیزی که ما امروز در موردش صحبت خواهیم کرد رسیده ایم. یعنی در واقع این فرهنگ سیاسی که ما ازش حد میزنیم یک پدیده تاریخی هست و در این حال این پدیده یه پدیده ساختاری هست. یعنی به هر حال در طی تاریخ که این به وجود اومده ساختارهای خودش رو هم پیدا کرده. حالا بحث اصلی اینه که چرا این بحث در مورد این فرهنگ سیاسی که من عرض کردم ناسالمه، یعنی روابط و ضوابطش خوب نیست، باید حرف زد. متاسفانه همونجور که در آخر این برنامه هم خواهم گفت، این فرهنگ ناسالم پیامدهای بسیار به اصطلاح منفی غیر بهره‌وری رو برای جامعه ایران داشته، در رابطه با مثلا منافع ملی ایران، در مورد با اتحاد ملی ایران، در رابطه با به وجود اومدن یک جامعه شهروندی خوب و در رابطه با صلح با دنیا و همزیستی، در واقع همزیستی هم درون هم بیرون و مسائل دیگه. به هر حال یک پیامدهایی داشته که این پیامدها باعث شدن که کشور ما دموکراتیک نشه، رشد نکنه، یه جایگاه خوبی تو دنیا پیدا نکنه برای خودش و از این جور مسائل. پس این بحث فرهنگ سیاسی یه بحث
اکادمیک نیست و منم در اینجا یه بحث اکادمیک نخواهم کرده، بحث به اصطلاح خیلی عملی و خیلی مشخص در مورد این فرهنگ خواهم کرد و خواهم گفت که این فرهنگ چه مسائلی داره و بعد به مثلا پیامدهای ریشه های این مسائل چیه، چرا اینجوری شده، پیامدهاش چی بوده و بعد چی کار کرد با این فرهنگ که درست بشه. پس من اجازه بدید الان برم سر این که مشخصات این فرهنگ چیه. اینجا اینو بگم که متاسفانه من در رابطه با این فرهنگ سیاسی مشخصا من چیز مثبتی ندارم بگم و خیلی نسبت به این فرهنگ من خیلی متاسفانه بگم به اصطلاح نقدی حرف میزنم، انتقادی صحبت خواهم کرد و شایدم خیلی از دوستایی که اون وقت نشستن دارن گوش میدن یه مقدارم به اصطلاح به غرور ملیشون برخورد بکنه یا به شخصیتشون به شخصشون و اینا، ولی واقعیت اینه که این بحث شخصی و خصوصی و در این چارچوب نیست. منم مثل شما یه ایرانی هم به این بار فرهنگی رو که دارم ازش صحبت میکنم خود بار منم هست، بنابراین من دارم در این حال از خودم هم انتقاد میکنم، از خودم هم دارم صحبت میکنم وقتی که از این فرهنگ حرف میزنم و از فرهنگ ایرانی های فرهنگ سیاسی ایرانی حرف میزنم. میگن که داریوش بزرگ وقتی میخواست دعا کنه میگفت خداوندا کشور مرا از گزند سه آفت نجات بده. یکیش میگفت خشکسالیه. ایران یک کشوری بود مثل این که خب خشک بود، آب کم داشت و از این حرفا. دوم دشمنه. خب ایران به عنوان اولین امپراتوری دنیا در اون منطقه به هر حال کسانی دیگه‌ای بودن که باش دشمنی میکردن و در صدد حمله و صدمه بهش بودن و بالاخره دروغگویی. بنابراین میگه که خدایا تو کشور منو از خوشسالی و دشمن و دروغگویی نجات بده. حالا چرا کوروش داریوش فکر میکرد که ملتش دروغگو هستن؟ حالا من فکر میکنم که این حرف داریوش اگه خوب بهش توجه بکنیم یه منطقی توش هست که این منطق در واقع شما رو میبره به اینکه این دروغی نتیجه اون دوتای اول میشه، یعنی دروغگو شدن ما نتیجه اون خوشسالی و دشمنی میشه. واقعیت اینه که ایران چون یک کشوری بود که آب کم داشت این باعث شد که بخش عمومی جامعه مخصوصا بخش دولت بسیار قوی بشه، یعنی مجبور شدیم دور هم جمع بشیم که آب درست کنیم، قنات بزنیم و این قنات زدن ها بود، آب رو از جاهای خیلی دور و دراز آوردن نیاز به کارهای دست جمعی وسیع داشت و همکاری های وسیع داشت و یک نظم داشت و یک قدرت داشت اون بالا و همین دلیلم از همون اول در ایران به یک شکلی دیکتاتوری شکل گرفت، استبداد شکل گرفت، برای که باید مردم همیشه نمیشد با منت و خواهش آورد، باید با داد فریاد و بالاخره با زور و اینا باید می آوردن اینا رو. بنابراین یه اتفاقی که افتاد در چارچوب اینکه آبی تهیه بشه و زندگی مردم بهتر بشه یه عده اومدن خودشون رو دیکتاتور به اصطلاح بنولانت کردن، یه دیکتاتوری که ببینین در رابطه با به اصطلاح خوبی مردم، برای مردم، برای خوبی مردم دیکتاتوره، ببین اگه دیکتاتور نباشه مثلا آب تهیه نمیشه. این بنولانت دیکتاتورشیپ متاسفانه تبدیل یواش یواش به استبداد شد و طبیعیه که در همون زمان هم خب همونجوری که اصلا دشمن زیاد بود، در کنار این دشمنی و در کنار این استبداد ایران طی یه سری جنگایی در طی تاریخش یواش یواش بازنده شد، یعنی اوایل چون دیکتاتوری بنولانت بود یعنی مردمی بود ایران تصفه همیشه می برد، داریوش و کوروش و داریوش اینا بیدلیل نبودن که اینا همشون فاتح بودن، ولی بعدها یواش یواش دیگه ما ایرونیا فاتح نداشتیم، بیشتر بازنده داشتیم و بنابراین توی جنگایی که با ما شد و ما کردیم با یونانی ها، با رومی ها، با عرب، با عثمانی ها، با مغولا، با ترکای سلجوقی، با انگلیسی ها و اینا و امروز هم که دعوا با امریکایی ها داریم، این توی دعوا تو اکثر این دعواها
ما بازنده شدیم، بازنده بودیم و این بازندگی باعث شد که ما هرچه بیشتر به اصطلاح دشمن رو بیاریم درون خودمون، یعنی دشمن اصلا اومد درون خودمون. وقتی دشمن درون ما اومد، خب ما میخواستیم زنده بمونیم با این دشمن. یکی از به اصطلاح کلک هایی که زدیم، یه سری از تاکتیکی به کار بردیم این بود که یه مقدار رفتیم اندرگراند، زیر زمین رفتیم، یعنی درویی شد، درویی کردیم. به بخش دیگری هم حتی دروغگویی رو شروع کردیم که تا جایی که حتی دروغ مصلحت آمیز شد یکی از بخش اساسی فرهنگ ما، که تو برای اینکه بتونی حفظ کنی خودتو میتونی دروغ هم بگی. بنابراین میبینیم که خوشسالی و استبداد به شکست میکشه ما رو، به بعد میبره ما رو به دروغگویی و اینا. البته این فرمولی که دارم میگم خیلی ساده است، خیلی من اینو سطحی دارم بحث رو میکنم، ولی میخوام این به این حقیقت توجه بدم که ما ایرونی ها یکی از خصوصیاتمون همین دروغگویی بوده، درویی بوده، و این که ما همیشه یه بخش از ما زیر زمینه و همیشه رو نیست، و بخش کوچیکی از همیشه از ما روه. بیدلیل نیست که ایرونی به ایران اصولا یه کشور همیشه غافلگیر کننده یه سورپرایزینگه. خیلی از اتفاقات تو ایران میفته رو هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه، یه دفعه میبینی اتفاق افتاد، ولی که اکثرا این توی زیر خاکستره. ایران یه کشور زیر خاکستره اکثر موارد. برحال این مسئله باخت به نظر من تو تاریخ ایران مسئله خیلی بزرگی بود، برای اینکه وقتی ما باختیم مسئله فقط این نبود که دروغگو شدیم، ما در واقع مظلوم واقع شدیم. ما به ما ظلم شد، ما مظلوم واقع شدیم، ویکتیم شدیم به قول امریکایی‌ها. این مظلومیت خیلی تو تاریخ و تو فرهنگ سیاسی ایران مهمه. این یکی از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ایران پرورش مظلومیت، شهید پروری یکی از این بخش هاست که مظلومیت ایجاد، ما شهید میشی، مظلوم میشی، مظلوم پروری ایجاد میشه. این مظلومیت باعث میشه که سری حرکت های دیگری انجام بدی که مشکل ایجاد بکنه. مثلا ما وقتی که مظلوم واقع شدیم، خب طبیعیه که میخوایم همیشه دنبال ظالم هستیم که این ظالمه رو یک جای گیر بیاریم، پدرش رو در بیاریم. بنابراین ما مبارز شدیم، انقلابی شدیم، و این انقلابی بودن و مبارز بودن تو تاریخ ایران خیلی زیاده. رفتیم دنبال اینکه ما این ظالمین رو بگیریم و بذاریم سر جاشون. حالا این ظالمین مهم نیست، داخل کشورن یا خارج کشورن، و اکثرا خارج کشورن بودن، داخل کشورن بودن. به هر حال این مظلومیت تبدیل شد به یه مبارزه و انقلابیگری و به انقلابها، و این باعث شد که ما در این حال در همین رابطه به دنبال عدالت باشیم. بیدلیل نیست که ایران یک کشوریه که خیلی عدالت جو و عدالت طلبه، همش دنبال عدالته. عدالت تو ایران خیلی مهم بوده. بنابراین از یعنی در واقع این شکست ها ما رو دروغگو که میکنه، هیچی، ما رو مظلوم میکنه، مظلومیت ما رو مبارزه میکنه، مبارزه برای عدالته. میخوایم برای اینکه میخوایم عدالت رو اینجا تأمین کنیم، برای اینکه به ما ظلم شده، بی‌عدالتی شده از طرف اون ظالم، و بنابراین دنبال عدالت و اینا میگردیم. اما متاسفانه ما تو این جریان دعوایی رو که با این ظالم داشتیم همیشه ما موفق نبودیم، و اکثرا تازه شکست خوردیم که بازم بین به اصطلاح ظالم رو بگیریم و کارش ترتیب شو بدیم. اتفاقی که افتاد این بود که ما یواش یواش فرار کردیم از ظالم. یکی از راه‌های فرار از همین دنیا بود. رفتیم اون دنیایی شدیم، مذهبی شدیم، عارف شدیم، رفتیم دنبال این که ما بابا این دنیا فایده نداره، مثل این که هر کس اینجا هستش میخواد ظلم کنه، بی عدالت نداره، و ما به هر حال چیزی اینجا داریم گیرمون نمیاد، پس بنابراین به فکر اون دنیامون باشیم، مذهبی میشیم و مذهبی شدیم. در واقع تاریخ ایران تاریخ مذهبه. اونایی که تاریخ ایران میدونن که تاریخ ایران تاریخ مذهبه. بنابراین ما در واقع از شکست به دروغگویی و به مظلومیت و به
مبارزه جویی و به عدالت و بالاخره به مذهب و عرفان و اینا رسیدیم، به کنارگیری و کنجکاوی. به این کنارگیری و عرفان یواش یواش چون ما نتونستیم با این مبارزه، با این ظالم مبارزه بکنیم، به اینا شکست بدیم، به یک شکلی ما رو شاعر هم کرد. بنابراین ایرانی ها شاعر شدن، برای که اون در واقع اون ظلم رو با شعر خواستن مسئلهشو حل کنن، عدالت رو با شعر مسئلهشو حل کردن، ظالم رو با شعر مسئلهشو حل کردن، یا رفتن تو پناه عشق، در پناه اون عرفان، در پناه اون کسی که این دوستش دارن یا اونا دوستش دارن. یعنی یک روانشناسی عشق و عاشقی، یک روانشناسی دوست داشتن به وجود اومد، ولی دوست داشتنی که در واقع فرار از ظالم و از ظلم و از بی‌عدالتیه و داره از اون طریق در واقع میخواد اونا رو با این دوست داشتن و عاشق بودن و عاشق شدن و به اصطلاح در واقع از این طریق جبران کنه این مشکل ظلم و بی‌عدالتی و اینا رو میخواد با از طریق شعر و عارف بودن و عاشق بودن و اینا جبران کنه. خب بنابراین ما یک کشوری شدیم که در واقع رفتیم به طرف عارفی و عرفان و عشق و از این جریان ها و شعر و اینا، و این خب متاسفانه هرچی بیشتر ما رو به شکست کشوند، برای که این ما رو یه مقدار زیادی بیعمل کرد و در واقع دشمن تفنگ داشت، ما شعر داشتیم. با شعر که با تفنگ مبارزه نمیتونه بکنه، وقتی که دعواست دعواست دیگه. بنابراین ما رفتیم دنبال این جریان و این باعث شد که هی این دور تسلسل منفی شکست پشت شکست و عارف شدن پشت سرش و شعر گفتن و اینا، هی این یه دور تسلسل پیدا کنه و ما ایرونی ها هرچی بیشتر اون دنیایی شدیم، مذهبی شدیم و از این دنیا به مدار زیادی بریدیم. خب این باعث شد که ما عقب بمونیم، یعنی اهمیت به این دنیا ندیم، به اهمیت به مادیات ندیم، اهمیت به اینکه کار و کوشش بکنیم ندیم. اصلا کار و کوشش معنی نداشت، بلکه تو کار میکردی، این همه جمع میکردی، یک نفر دشمن میومد تو رو شکست میداد، همه چیز ازت میگرفت و میرفت دنبال کارش. من این همه زحمت کشیدم، این همه کار کردم، یکی اومد برد. حالا این یکی دیگه یا از خارج اومده بود یا اون ظالم داخل خودت بود که خان بود یا یه به اصطلاح مستبد بود یا یه دیکتاتور بود. بنابراین ایرونی‌ها به نتیجه رسیدن که مثل این که با کار و کوشش هم چیزی توش نمیمونه، بنابراین اصلا چرا برای این دنیا من کار کنم؟ من اینکه هر چی هم که برای این دنیا کار میکنم یکی میاد میبره، بس حداقل برای اون دنیا هم یه کاری بکنم. و رفت توی دنیای به اون دنیا و بالاخره این جریان مذهبی بودن تو ایران خیلی عمیق و قوی شد. حالا تمام این جریانایی که گفتم پیام بازم یک سری مسائل مختلف داشت. وقتی که شما عارف میشی و شما وقتی که مذهبی میشی و وقتی که میری دنبال عشق و دنبال چدک، به مقدار زیادی از اون جریانی که از اول با تو بود، یعنی جمعیت جمعی، دور میشی. یعنی یواش یواش ایرونی ها ضد جمع شدن. چرا ضد جمع شدن؟ برای که متوجه شدن که به شکلی این جمع بودن استبداد درست کرد، دولت مرکزی درست میکنه و این میاد اینا رو اذیت میکنه. خیلی در واقع فردی شدن، اما فردگرایی که درش در واقع اون جمعگرایی غلبه داشت و بنابراین فردگرایی شد که توش مثلا حقوق فرد نبود، حقوق شهروندی نبود، حقوق دموکراتیک نبود. طرف میگفت من میخوام فرد خودم باشم، ولی جمع میگفت که نخیر، تو نمیتونی خودت باشی، باید بیای با من باشی یا گوش به من بدی، من بهت میگم باید چه کار کنی، من بهت میگم باید کجا باشی نباشی. بیدلیل نیست که توی فرهنگ سیاسی ایران فرد خیلی مشکل داره که بگه من کجا هستم و بعد اونجا برای خودش یه جای انتخاب بکنه و کسی هم کاری بهش نداشته باشه. جمع همیشه به فرد میگه تو باید کجا باشی. آقا تو با جنبش فلان نیستی پس تو آدم نیستی، تو با این انقلاب نیستی پس آدم نیستی، تو با اون انقلاب نیستی پس اصلا ایرانی نیستی. یعنی در واقع نمیتونی تو خودت بگی آقا من نمیخوام اینجا و اونجا باشم، میخوام همین جایی که خودم دوست دارم باشم. میگه نه خیر، تو آدم بیتفاوتی هستی، بیتفاوتی میدونید خوب نیست و اصلا قبول نیست، تو باید با جمع باشی. خب یعنی در واقع جمع، جامعه، اون مجموعه انتخاب برات میکنه کجا باید باشی. در همین رابطه اون جمع و اون
فرد نه فقط انتخاب میکنه جا تو، بلکه به تو دیکته میکنه که اصلا وقتی که تو اونجا هستی چجوری باید اصلا عمل کنی، چی باید بگی یا نگی. اگه اینجوری نگی تو دشمنی، اینجوری بگی خوبی. این خیلی حرف مهمیه و نکته ای که در اینجا هست، یعنی اتحاد دیگه به وجود نیومد. این تنش بین افراد که نمیخواستن توی جمع بیان و این جمعی که میخواست اینا رو بیاره تو به زور، باعث شد که فردگرایی غیر جمعی، غیر متحد، پراکنده ایجاد بشه تو ایران. این فردگرایی پراکنده که نمیخواست با بقیه باشه و در چارچوب اون جریان دشمنی که عرض کردم از خارج و از استبداد میومد، فرهنگ دشمنی رو تو ایران قوی کرد. شما از الان ببینید یه مقدار نگاه کنید، ببینید وقتی که بیرونی ها مخصوصا بخش سیاسی در بر علیه یا در رابطه با رقیباشون صحبت میکنن، ببینید چجوری حرف میزنن. اصلا رقیب نداریم ما، اصلا یه چیزی داریم به نام مخالف، نه به نام اپوزیشن. ما یه چیزی به نام رقیب داریم، به نام مخالف داریم، به نام دشمن داریم. شما اصلا بحث دشمنیه، طرف میگه آقا دشمنای ما میخوان ما رو این کارو بکنن، دشمنا میخوان اون کارو بکنن، دشمن میخواد تو انتخابات اینجوری کنه، دشمن میخواد تقلب بکنه، دشمن داره فلان میکنه. همه دشمنن. کسی که با تو نیست دشمنته. یا دوست، ما تو ایران بنابراین یه فرهنگ سیاسفید به وجود اومده، یا طرف با توه یا با تو نیست. اگه با توه که دوستته، اگه با تو نیست دشمنته. یه چیزی این وسط بین سیاه و سفید نداریم. خاکستری وجود نداره توی فرهنگ سیاسی ایران. تو یا با منی یا بر علیه منی، تو یا دوست منی یا دشمن منی. این حرف خیلی، در واقع این فرهنگ باعث شد که این یک جریانی پیش بیاد که درش حزب نتونه شکل بگیره، مثلا توش نتونه فرض کنیم که یه جامعه دموکراتیک که به همدیگه احترام میذارن شکل بگیره. احترام متقابل به وجود نیومد، یعنی احترام به عقاید مخالف به وجود نیامد. یعنی ما نمیتونیم یه عقیده مثلا مخالف خودمون رو بپذیریم، قبول کنیم، تحمل کنیم. تحمل به وجود نیامد. انحصار طلبی زیاد شد در این رابطه. ایرانی‌ها انحصار طلب شدن. و انحصار طلبی باعث شد که خب فقط یه عده خاصی بتونن انحصار کنن و بقیه دور خارج از این انحصار بشن، در واقع مثلا نیروهای محیطی و نیروهای بی مصرف یا نیروهایی که فقط باید هم دستور بگیرن یا باید اطاعت کنن و از این حرفا. انحصار طلبی یکی از اساس، یکی از مشکلات اساسی این فرهنگ سیاسی در ایران بوده. بنابراین یه سری از مسائلمون ایناست و برای این تو فرهنگ سیاسی ما مسئله فقط دشمنی نیست، مسئله فقط انحصار طلبی نیست، مسئله فقط این نیست که جمع به فرد میگه باید چه کار بکنه یا نکنه، مسئله فقط این نیست که شما یه نفر دیکتاتور دارید که فکر میکنه همه کار رو بلده و هیچ کس دیگه نمیتونه بسر چیزی بگه. ما در این حال این فردگرایی و این رفتن درون خودمون باعث شد که با مقدار زیادی ایرونی یک غرور کاذب پیدا کنه. این غرور کاذب چجوری پیش اومد؟ به این معنا که از یه طرف، حالا چرا غرور کاذب؟ برای اینکه از یه طرف به هر حال یک اولین سازنده امپراتوری دنیا بود، یعنی یک کوروشی داشت، داریوشی داشت، بعد طی دوره بعدی شکست خورد و این شکست ها اینو مظلوم کرد، اما تو تاریخ گذشته تو کلش بود. بنابراین این اومد سعی کرد که یه چیزی رو به نام غرور ملی حفظ کنه با فرهنگش، یعنی فرهنگ ادبیاتیش، با فرهنگ هنریش و با فرهنگ اجتماعیش، و بنابراین اومد سعی کرد که خودش رو یک سری بزرگبینی های در مورد خودش به وجود بیاره. اصفهان نصف جهانه اگه تبریز نباشه، نمیدونم از این حرفا، و در مورد عربا چجوری صحبت میکنیم و غیره و اینا. در واقع یه حالت خیلی خود مرکزی و خودخواهی به ما دست داد و این باعث شد که در کنار اون دشمنی با دشمنی یک ضدیت ایجاد بشه با خارج و با دیگران، و در واقع این فرهنگ همزیستی به وجود نیاد، همزیستی و احترام متقابل به وجود نیاد. همش من بودم، برای خودم بود،
و فردگرایی خودم بود، منافع خودم بود، بدون اینکه این منافع رو بتونم در چارچوب منافع جامعه وسیع‌تر هم توضیح بدم. بنابراین این فرهنگ یک سری مسائل اینجوری هم، یعنی یک سری مسائل دیگری هم برای این مسائل مظلومیت و شعر و شاعری پیدا کرد و باعث شد که این جامعه، این فرهنگ این جامعه بره به یک سوی که درش ضوابط و روابط بین نیروهای سیاسی واقعا مخدوش بشه، ناسالم بشه. فرهنگ سیاسی ایران در این حال نه فقط انحصار طلبه، نه فقط خودخواهه، نه فقط دشمنی میکنه و با خارج نمیتونه همزیستی بکنه. این فرهنگ در واقع درون خودش هم با ضوابط خودش نمیتونه زندگی کنه، یعنی با خودش تضاد داره، در یک گرفتار یک سری بحرانهای درون خودشه. برای که از یه طرف همونجی که گفتم این فرهنگ میخواد یه فرهنگ بالنده ای باشه برای که یه تاریخی داشته، از یه طرف همین فرهنگ نمیخواد این بالندگی رو بپذیره و میترسه ازش، از تغییر میترسه. اصلا فرهنگ سیاسی ایران فرهنگ ایستاست و به محض اینکه تغییر رو واردش بکنی یه دفعه چیز میشه، ولی در این حال تغییر رو دوست داره، یعنی هم برای تغییر مبارزه میکنه، هم از تغییر میترسه، هم مثلا قدرت رو دوست داره، برای که قدرت لازمه که ظالم رو بزنه، ولی در این حال ضد قدرته، یعنی میخواد قدرت رو بگیره، قدرت رو از بین ببره. شما این مثل تضادهای اساسی بنابراین درون این فرهنگ به وجود اومد و ما رو به هر حال به یک جای رسوند که ما الان امروز هستیم. این مسائلی رو که عرض کردم خیلی میشه اینا رو بیش از این توضیح داد که اصولا این فرهنگ چه به اصطلاح تا کجا در جهت ناسالم بودنش رفته. همونجوری که عرض کردم مثلا همین فرهنگ هم طرفدار قدرت، هم از قدرت میترسه، هم ضد دیکتاتوری میره مبارزه میکنه، انقلاب میکنه، هم دیکتاتور خودش به وجود میاره، طرف میاد دیکتاتور توی انقلاب از بین میبره، همون هفته دیکتاتور درست میکنه. این توی فرهنگ ماست. فرهنگ ما یکی از مشکلات فرهنگ ما همیشه این بوده که ما معمولا تو تاریخ ایران که نگاه کنید، حداقل توی 150-60 سال خیلی این نمودش بیشتر بوده، ما همیشه رفتیم بر علیه ظالم که معمولا یه مستبده، رفتیم یا خارجی فرق نمی کنه، رفتیم مبارزه کردیم، انقلابیگری کردیم، اونا از بین بردیم، پشت سرش ما به جای اینکه یه چیز درستی به جای اون دیکتاتور به وجود بیاریم آشوب ایجاد کردیم و چون آشوب تو جامعه کار نکرده دوباره دیکتاتور اومده زده از بین برده این جریان رو و خودش رو دوباره تثبیت کرده و این متاسفانه دور تسلسلیه که بین استبداد و انقلاب و آشوب توی جامعه ایران شکل گرفته و اون باعث شده که جامعه ایران به اصطلاح جامعه کوتاه مدت بشه، جامعه ای که توش ثبات سیاسی وجود نداره. این که مشخصات فرهنگ سیاسی هم اینه که ضد ثبات سیاسیه و در این حال به دنبال این ثبات هست، یعنی این همون بحث هم قدرت میخواد هم قدرت رو مخالفشه. این جامعه چون ضوابط و روابطش درست نیست در اون این فرهنگ نمیتونه به دموکراسی و حقوق بشر برسه. برای چی نمیتونه برسه؟ برای اینکه بازم برای اینکه به دموکراسی برسی باید یک سری ضوابط و روابط رو حفظ کنی، باید به یه چیزایی رو قبول کنی، باید قانون رو بپذیری، باید احترام متقابل داشته باشی نسبت به کسی که مخالف توه. ولی این فرهنگ مخالف رو دشمن میبینه، اصلا به ضوابط به اون معنایی که در چارچوب دموکراسی باید رعایت بشه نیست. این یک مشکل اساسیه. یک چیزی رو که در این نکته میخوام بگم، خوشبختانه نیروی جوانتر ما، نیروهای جوان و جدید ما دارن این فرهنگ رو زیر سوال میبرن، یعنی نیروهای جدیدی که من تو جامعه ایران میبینم، تو خیابونا میبینم، توی دانشگاه ها میبینم، توی مدارس میبینم، احساس من اینه که این نیرو داره این فرهنگ رو متحول میکنه و داره یه دنبال یه فرهنگ جدیدتریه، فرهنگی که مثلا با فرهنگ دموکراتیک دنیا
نزدیکتر، همخونی داره، تحمل میکنه مثلا مخالفه، اینقدر دشمن دشمن نمیکنه، اینقدر انحصار طلب نیست، اینقدر کیش شخصیت نداره. یکی از مشخصات فرهنگ سیاسی ایران کیش شخصیته، طرفدار طرف عاشق شخصیته، برای اینکه گفتم هم دیکتاتور میخواد هم نمیخواد، ولی این کیش شخصیتش هم کاذبه، برای اینکه در عین حال هم زده شخصیته. بنابراین ولی جوانای ما دارن یواش یواش از این مسائل میان بیرون دیگه. بحث مظلومیت و شهید پروری بسیار بسیار کم شده، بحث دروغگویی بسیار کم شده دیگه، کسی دروغگو نمیگه. هنوزم جوانای ایران هنوزم دنبال شعر و شاعری هستن، ولی اون بیشتر به دلیل اینه که گاهن خودشون رو ناتوان میبینن که در مقابل ظالم عرض اندام کنن، بنابراین میرن دنبال شعارهای شعرگونه و از این حرفا، که خب اون مسئله نداره، به شرط اینکه اون اینا رو نکشه به اصطلاح اون جریان عرفانی اون دنیایی، تو همین دنیا بمونن، توی همین جامعه باشن، توی همین خیابونا باشن، برای همین خواستای امروزیشون مبارزه کنن و غیره. ولی خوشبختانه داره این اتفاقات میفته. من تو ایران میبینم که تحمل مخالف زیاد شده، تحمل مثلا ضد قدرت به اون معنا نیستن، طرفدار قدرتن، ولی قدرت میخوان در جهت سازندگی ازش استفاده کنن و در جهت اینکه ازش یه چیز خوبی بسازن برای آینده شون. من اعتقاد دارم که ضمن اینکه یه فرهنگ ناسالمی در گذشته داشتیم و هنوزم بخش وسیعی از فرهنگ ما ناسالمه، در این حال اعتقاد دارم و خبر خوش دارم که این فرهنگ داره خوشبختانه عوض میشه و داریم به طرف یک جامعه سالمتری، یه فرهنگ سیاسی سالمتری میریم. و الان میخوام بگم که حالا اگر این اتفاق بیفته چه میتونه پیش بیاد. قبل از این که بگم باید با این فرهنگ سیاسی چیکار کرد، اجازه بدید سه نکته دیگر رو در مورد فرهنگ سیاسی ایران روش تکیه کنم. یکی این که به دلیل همون عرض کردم که این فرهنگ این دنیایی نبود و اون دنیایی شد و عرفان و شاعر و اینا، فرهنگ سیاسی ایران اصولا علمی هیچ وقت نشد. متاسفانه یه فرهنگ غیر علمیه، غیر اصولا من همیشه میگم ایرانی‌ها ملت بسیار باهوشی هن، ولی به همون اندازه هوششون میدونید چی تدبیر ندارن. اصولا فرهنگ سیاسی ایران فرهنگ تدبیر نیست، فرهنگ هوش هست، ایرانی‌ها خیلی باهوشن ولی تدبیر توش نیست. یکی سی مسئله است. و نکته دوم، به خاطر اینکه این فرهنگ علمی نبوده، خیلی احساساتیه و خیلی صبر نداره، شکیبایی نداره، خیلی تندخوه و بسولن همه چیز میخواد فوری انجام بشه و اتفاقات اینجوری. نکته دیگه که میخوام عرض کنم در این رابطه، این فرهنگ چون علمی نبوده خیلی آرمانگراست، اصلا با عملگرایی زیاد رابطه نداره، با بیشتر واقع‌گرایی رو نمیپسنده، تخیل‌گراست همیشه، همیشه دو دنیای یه جایی اونجا هست، یه دنیای دیگه ای هست و اون دنیا رو دنبال اونه. و بالاخره این فرهنگ چون فرهنگ دشمنی بوده، درش انتقام سیاسی بسیار مهم شده. یعنی متاسفانه ما توی فرهنگ سیاسی ایران به محض اینکه مثلا شما رقیب رو که دشمن حساب میکنید و از میدون بیرون میکنید، چون دشمن حسابش کردید، میخواید اینو انتقام سیاسی، انتقام بگیرید ازش، انتقام سیاسی، زندانش میکنی، بچه‌هاشو میکشی، زمیناش، زندگیشو میگیری و هر جوری هر لازم باشه انجام میدی که این بنابراین انتقام جویی بسیار بسیار از یکی از مسائل اساسی این فرهنگ بوده. بنابراین فرهنگ علمی نبوده، خردگرایی داشت بسیار نازل بوده، احساساتی، آرمانگرا و دوگماتیک و غیر واقع‌گرا و غیر عملی بوده و در این حال بسیار احساسی و در همون چارچوب چون دنبال دشمن بوده همیشه انتقام جوست این فرهنگ. این مشخصات دیگه یه که ما باید حتما در کنار اون مشخصات قبلی که از فرهنگ سیاسی صحبت کردیم بگیم، که ببینیم چرا این مجموعه ای از این ضوابط و روابط و این ارزش هایی رو که درون این فرهنگ سیاسی هست، این ارزش ها به اصطلاح چقدر ضد ارزش هست، چقدر اینا بدن، چقدر اینا باعث شدن که ما یه فرهنگ ناسالم به وجود بیاد برامون. و حالا من سیته این حرف، من دلایل این که اینجور شدیم رو عرض کردم و واقعا اگه من بخوام روی یه دلیل بیش از همه پافشاری کنم، عرض کردم اون شکست ها بوده. یعنی این شکست های تاریخی ما باعث شده که ما
این فرهنگ رو پیدا کنیم. خب این شکست ها هم خودش دلایل زیادی داشت. عرض کردم یه دلیلش استبداد بود، یه دلیلش خود جغرافیای ایران بود که در یه جایی قرار داشت تو دنیا که معبر قبایل بود، بعد هجوم این قبایل، مغول، ترک سلجوق و غیره و اینا، عرب و اینا، اینا خیلی مهم بودن. به هر حال این گرفتاری هایی که این جغرافیا برای ما به وجود آورد با اون شکست های تاریخی اساس بودن، خیلی مهم بودن و اینها متاسفانه یواش یواش ارزش های در چارچوب این شکست ها و این جغرافی هایی که هی مرتب معبر این نیروهای وحشی بود از بیرون، باعث شد که یک جریانی توی داخل کشور بین نیروهای سیاسی شکل بگیره که امروز ما بهش میگیم همون فرهنگ سیاسی ناسالم که اون مشخصاتش هم عرض کردم. برای اینکه من روی دو تا چیز بخوام تکیه بکنم، میگم روی تاریخ و جغرافیای ایران که خیلی در این چارچوب مهم بودن، هم اون تاریخ و جغرافیا باعث خیلی چیزا، همه چیزا شدن دیگه، ما رو مظلوم کردن، ما رو دروغگو کردن، ما رو مستبد کردن، ما رو مذهبی کردن، ما رو شاعر کردن، ما رو عارف کردن، ما رو خودخواه و انحصار طلب کردن، ما رو دشمن طلب کردن، مثلا دشمن کردن با دیگران، همزیستی رو از ما گرفتن، ما رو انتقام جو کردن، ما رو انقلابی کردن، ما رو احساساتی و به اصطلاح آرمانگرا کردن، ما رو از عملگرایی و واقع‌بینی دور کردن، ما رو ضد قدرت و با این حال طرفدار قدرت کردن، ما رو به دنبال کیش شخصیت بردن و از اون مهمتر ما رو قهرمان پرور کردن. یعنی وقتی که این ملت شکست میخورد چون نمیتونست به اصطلاح دشمن رو شکست بده، تمش دنبال قهرمان بود. بیدلیل نیست که ایرانی ها رستم دارن، فردوسی رستم درست کرد که این عقده تاریخی شکست ما رو از بین ببره. رستم پهلوان ماست و همه رو میزنه، ولی خب این پهلوان یکی وجود نداره، اینو ساخته و پرداخته ذهن آقای فردوسیه، وگرنه همچادنی ما نداشتیم. تصادفا تاریخ ایران نه فقط رستم نداشته که همه ضد رستم بودن، یعنی چیزهای همش بازنده بودن. بنابراین میخوام بگم که این مجموعه از این جریان ها باعث شد که اینا مثل یک سری روابط به هم بپیچن. مثلا وقتی که تو مظلوم واقع میشی، میخوای مبارزه کنی و چون نمیتونی ظالمو از بین ببری، دنبال قهرمان میگردی، چون دنبال قهرمان میگردی دیکتاتور به وجود میاری، حتی بیشتر مستبد به وجود میاری و هرچی بیشتر تو استبداد به وجود بیاری، همونقدر ما تو نمیتونی دموکراسی به وجود بیاری، به همون اندازه بدبینی بین ملت، دشمنی بین ملت، بی‌اعتمادی بین ملت اضافه تر میشه و بنابراین جامعه به همون سوی میره که رفتیم، یه جامعه غیر دموکراتیک و جامعه غیر توسعه یافته. این داستان اینه. حالا پیامدهای این فرهنگ سیاسی، همونجی که الان عرض کردم، یکی از پیامدهای اصلیش اینه که ما این فرهنگ نذاشت ما یک به اصطلاح بتونیم به عنوان یه ملت یک چارچوبی برای زندگی مشترک، برای منافع مشترکمون به وجود بیاریم. ما یه مقدار وطن پرست شدیم، یه مقدار ناسیونالیست شدیم، یه مقدار مذهبی شدیم، یه عده سوسیالیست شدیم، یه عده غیر و غیر شدیم، ولی هیچ چیزی نبود این وسط که همه این نیروها رو یه جایی جمع کنه به نام منافع ملی. بنابراین ما در اونجا این فرهنگ سیاسی باعث شد که ما نتونیم با این گوناگونی رو یه جایی جمع کنیم و در چارچوب منافع ملیمون ازش استفاده کنیم. و در این حال چون منافع ملی نبود، بنابراین یه برنامه ملی نبود، توسعه ملی انجام نشد و در واقع جز شکست چیزی توش وجود نیامد، یه جامعه باثبات به وجود نیامد و حتی وقتی دیکتاتورها رو از دست دادیم، به اصطلاح چیز کردیم، از بین بردیم، در کنارش ما آشوب درست کردیم. به هر حال این باعث شد که ما توسعه هم نکنیم. وقتی توسعه هم نمی کنیم، خب دموکراتیک نمیشیم. یعنی اصلا این فرهنگ ما، فرهنگ سیاسی، بنابراین ما رو از منافع ملی دور کرد، از توسعه ملی دور کرد، از ایجاد یک جامعه دموکراتیک
دور کرد. و از همه مهمتر در همین چارچوب، چون جمع نبودیم، چون اون فرهنگا رو نداشتیم، فرهنگ دموکراتیک نداشتیم، توسعه نداشتیم، منافع نداشتیم، ما مرتب شکست خوردیم و ضعیف شدیم. ایران یک کشور ضعیفی شد طی تاریخ، جز در چند مورد. این ضعف باعث خب همین بدبختیایی شد که ما داریم، هنوز گرفتاریایی شد که ما داریم، شکستایی که داریم و غیره و اینا. بنابراین میخوام بگم که این فرهنگ سیاسی یک صدمات زیادی به ما زده. اتحاد جلوی اتحاد ما رو گرفته، مثلا نسبت به هم احترام نداریم، همدیگر رو قبول نداریم، همدیگر رو دشمن میدونیم، منافعمون رو نمیفهمیم، اصلا نمیتونیم منافع ملی ایجاد کنیم. از همه مهمتر، چون منافع نمیتونیم ایجاد کنیم، منافع ملی نداریم، این جامعه، جامعه به اصطلاح چیز بهش میگن، یه جامعه فکشن ها هستش، یعنی حزب و اینا نیست، چند دستگی هست، میدونی گرایش های مختلف هست، گروه های مختلف هست، میدونید. بنابراین ما تیکه تیکه شدیم. فرهنگ جامعه سیاسی ایران نگاه کن، هر کدومش یه جاییه. اصلا شما در ایران فکر میکنم حداقل 200-300 گروه سیاسی با دارید، همشون هم تیکه پارن و هیچ چیز همدیگه رو قبول نداره. این خب یکی از مشکلات اساسی این جامعه شده. بنابراین ما گرفتار یک سری مسائلی شدیم که ما رو از اتحاد دور میکنه، از حزب درست کردن دور میکنه، از منافع ملی دور میکنه، از توسعه دور میکنه، از دموکراسی دور میکنه، از همزیستی با دنیا دور میکنه و بالاخره یک کشور ایجاد کرده که الان میبینیم. البته بگم که خب تو تاریخ ایران ما دوره های گذار متفاوت داشتیم، زمانهایی هم داشتیم که ما بعضمون بهتر بوده و دوران دیگه هم داشتیم که بعضمون خیلی حتی بدتر بوده. بنابراین این افت و خیزات توی تاریخ ایران بوده، اما در مجموع وقتی تاریخ ایران رو در مجموع نگاه بکنی و این برایند این بالا پایین ها رو نگاه میکنی، میبینی که متاسفانه ما چیز بالایی نداشتیم و همیشه ما دچار گرفتاری شدیم بودیم و امروز هم کماکان ما همون مشکلاتی که در گذشته داشتیم داریم و هر کاری هم میکنیم برمیگردیم به همون به اصطلاح نقطه صفری که شروع کردیم. این حالا چی کار باید کرد؟ خب خیلی طبیعیه، برای اینکه بتونی جلو بری باید این مشکلاتی رو که الان ازش صحبت میکنیم از بین برم. یه سری حل این مسائل یه مقدارش آموزشه، همین طرفایی که داریم الان میذاریم. ایرونی ها باید واقعا جدن صادقانه برگردن از تاریخ خودشون رو یه دوباره نگری و بازخوانی بکنن و با انتقاد هم این کار رو بکنن. ما درسته که داریوش و کوروش داشتیم، درسته که به اصطلاح امپراتوریای اولیه که از امپراتوریای اولیه بودیم، اما واقعیت اینه که بعدها ما دچار یه سری گرفتاری‌های شدیم و نتونستیم ما این جامعه رو بریم جلو. با دیگه اینقدر که هی برگردیم به کوروش و داریوش و این بقیه زمان رو فراموش کنیم نمیشه. گویی پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو رو چه حاصل. باید ببینیم چه کار میشه کرد، یعنی این تاریخ رو باید نقد کنیم، ببینیم مشکل ما چیه، چرا ما مظلوم شدیم، چرا شهید پرور شدیم، چرا ما معارضه‌گر شدیم، چرا ما یک کشوری هستیم که میدونید نمیتونیم ثبات سیاسی ایجاد کنیم، چرا دشمنی میکنیم، چرا انتقام میکنیم، انتقام میگیریم از یک دیگه. به هر حال من فکر کنم که باید یک بازخوانی از این فرهنگ بشه و این فرهنگ و دوستامون هم بخش سیاسی، بخش آکادمیک و جاهای دیگه اینو هی توضیح بدن، هی بیشتر توضیح بدن و جزئیاتش بیشتر بشکافن و بالاخره مردم رو آگاه کنن و بگن که بابا این جریانی که به نام فرهنگ سیاسی بار ماست، این ناسالمه و این برای اینکه این سالم سازی بشه باید این تاریخ ما بازنگری کنیم، خیلی انتقادی به این فرهنگ نگاه کنیم و خودمون اینقدر میدونید خودخواه نبینیم، اینقدر خودمون رو مرکز دنیا نبینیم، مسائلمون رو قشنگ ببینیم، بهش اعتراف بکنیم. این مریض تا اعتراف نکنه مریضه، پزشک نمیتونه دواش کنه. بنابراین اولین شرط دارم میگم این اعتراف به این مشکل، به این معضل، به این ناسالم بودن فرهنگ سیاسیه. وقتی اون اعتراف رو کردی اون وقت میری دنبال پزشک، پزشکش اول میری خب دنبال دلایل این مشکل رو پیدا میکنه برات،
پزشک میشینه با دوستاتو میشینیم ببینیم که حالا که اومدی اینجا خب تو میگی من مشکل اینو دارم، حالا ببینم مشکل چیه. وقتی که مشکلم پیدا کردیم اومد دوای درد پیدا میشه، ریشه های مشکل پیدا کردیم. بنابراین میخوام بگم که ما باید با اعتراف شروع کنیم، بعد بریم ریشه های تاریخیش و غیر تاریخیش رو پیدا کنیم، بعد بریم دواشو بگیریم. عرض کردم برای اینکه دواشو بگیریم باید اون ریشه ها رو از بین ببریم، و برای اینکه این کارو بکنیم دو تا راه داریم، یکیش آموزشه، یکیشم عمله. در عمل باید این کارو که ما فقط با حرف نمیتونیم فرهنگ سازی بکنیم، ما باید در عمل میدونی انتقام سیاسی رو بذاریم کنار، ما در عمل باید کشش شخصیت رو بذاریم کنار، ما در عمل باید احترام متقابل ایجاد کنیم، ما در عمل باید دموکراتیک بشیم، یعنی حضور و وجود نیروهای دیگر رو هم بپذیریم. و اگه فقط با تئوری نمیشه، با بحث نمیشه، باید در عمل انتخابات آزاد رو هم بپذیریم، هم همون جور که واقعا باید باشه در اون چارچوب انتخابات آزاد بریم جلو. یعنی باید بپذیریم که ما در این چارچوب هستیم. متاسفانه ما برای اینکه همچی کاری بکنیم ما یک چارچوب فکری میخوایم که تا الان وجود نداشته. من در یکی از مثلا این صحبت‌های در گذشته این بحث رو در چارچوب ملت‌گرایی کردم و گفتم که شاید اون به اصطلاح اون چهارچوب ملت‌گرایی رو که من در اونجا توضیح دادم اون بتونه در واقع همون چهارچوبی باشه که در اون محدوده این فرهنگ سالم سازی بشه. برای که اونجا ما بحث به اصطلاح هم سرزمین رو کردیم و مسائلی که این سرزمین داشته و مردم و اینکه باید برای این مردم چه کار کرد، مسائلش چیه و از این حرفا. و در همین رابطه خب و فرهنگ سیاسی که از مشکلات به اصطلاح اون جامعه و اون ملت هست و اون ملت‌گرایی باید این به این فرهنگ هم حتما برسه. من میتونم اینجا بحث‌های دیگه‌ای را بکنم، من در آینده نزدیک من یک بخش‌های مختلف این جریان رو میشکافم. مثلا ما می‌خوایم من مثلا فکر کنم که فرهنگ سیاسی ایران فقط با آموزش و با عمل به معنای این که مثلا یه چارچوب درست کنیم درست نمیشه، باید اینا رو واقعا اجرا کرد. مثلا ایران باید توسعه پیدا کنه، باید ما فرهنگ توسعه به وجود بیاریم، باید فرهنگ اقتصادیمون رو درست کنیم، ما باید فرهنگ اجتماعیمون رو بازم رشد بیشتری بدیم، ما با دنیا باید یک ارتباط فرهنگی خوبی پیدا کنیم و نمیشه درهای خودمون رو ببندیم، بدونید همش دنبال مظلومیت خودمون باشیم و اینا. بنابراین میخوام بگم که یه سری چیزهای مختلف میاد در این رابطه که اینا رو باید ما نگاه کنیم. من در اینجا این بحث رو تموم میکنم. در بحث های مختلف من جنبه های مختلف این سازندگی رو که برمیگرده به توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، عدالت اجتماعی، توسعه سرزمین و غیره و اینا رو یواش یواش باز میکنیم که بعد مجموعه اینا به اصطلاح بشه همون چیزی رو که ایرونی ها میخوان و اون رفتن به سوی یک جامعه سالم با فرهنگ سیاسی سالم، با فرهنگ اقتصادی سالم، با توسعه درست و با یک جریان دموکراتیک و صلح با دنیا و همزیستی درون و بیرون با همه. متشکرم. در اینجا اجازه بدید از شما یه خواهش بکنم. اگر این برنامه رو دوست دارید که من امیدوارم دوست داشته باشید، بهش کمک کنید. و ما به کمک مالی شما حتما نیاز داریم. بدون کمک مالی شما امکان ادامه این کار نیست. یه کار جمعی باید باشه. شورای سازمان غیر انتفاعی، هر کمکی به شورا میدونید در اون چارچوب ارزیابی میشه و در واقع میتونید از مالیات هم کم کنید. برای ارسال کمکتون، کمک مالیتون به شورا، حتما به وبسایت شورا که آدرسش در زیر همین صفحه اومده برید و در اونجا دکمه به اصطلاح مربوط رو بزنید و شما رو میبره به یه صفحه که میتونید هم از طریق چک یا از طریق کارت اعتباری و غیره پول بدید. اونجا هم حتما خیالتون راحت باشه که اگر با کارت اعتباری میدید اونجا
امنیت داره. یعنی ما از سیستم هایی استفاده میکنیم مثل همه جایی که کارتتون میدید که تمام اون اطلاعات خصوصیتون حفظ. در این حال میتونید ما تلفنی تو ما تلفنی تماس بگیرید، شماره تلفنمون زیر هست 609-252-2088، زیر همین صفحه هست. اگر از خارج زنگ میزنید 201 رو فراموش نکنید که ما توی امریکا هستیم. از طرف دیگه ما هم در فیسبوک، لینکدین، یوتیوب و در میدیاهای اجتماعی دیگه هم هستیم و حتما ما رو در اونجاها هم تعقیب کنید. و سوای کمک مالی، ما خیلی علاقمندیم که به ما به اصطلاح فیدبک بدید، نظراتون رو ما بگید. من میخوام بدونیم شما در مورد این حرفایی که ما میزنیم نظرتون چیه. تو فیسبوکمون، توی جاهای دیگه میتونید، توی وبسایت خودمون میتونید نظراتون رو برای ما بفرستید و یا تلفن بزنید ما صحبت کنید. به هر حال دوست داریم با ما باشید، با ما جمع بشید، همکاری کنید و از همه مهمتر البته همونجی که عرض کردم کمک مالیتونه. امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به کمک شما ادامه بدیم، پیش ببریم و بیشتر پیشرفت بهش بدیم. خیلی متشکرم.